prossima, gara. سرخط مهمترین خبرها تأکید رئیس اجرائیه بر شفافیت در اعلام نتایج انتخابات عبدالله عبدالله از کمیسیون انتخاباتی خواست که نتایج انتخابات را بر اساس قانون و آرای پاک مردم اعلام کنند نتایج انتخابات در مطابقت با قانون و طرز العمل ها نتایج شفاف انتخابات نگرانی معاون وزیر خارجه امریکا از قاچاق و تجارت مواد مخدر در افغانستان آلیس ویلز معاون وزیر خارجه امریکا میگوید که قاچاق و تجارت مواد مخدر بی‌ثباتی سیاسی را در افغانستان تقویت خواهد کرد و انتقاد تند پایتخت نشینان از افزایش گراف بیکاری در کشور شماری از پایتخت نشینان میگویند که مسئولان حکومتی هیچ برنامه مؤثر برای جلوگیری از فقر و بیکاری در کشور ندارد به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از نگاه خوش آمدید عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در همایش در کابل گفته است که افغانستان در شرایط دشوار قرار دارد و اعلام نتیجه شفاف انتخابات می تواند کشور را از این وضعیت نجات دهد. آقای عبدالله با اشاره به ادامه گفتگوهای صلح میان امریکا و گروه طالبان گفته که نتایج انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق به قانون و طرز العمل های تعیین شده صورت گیرد. به باور آقای عبدالله اعلام نتایج انتخابات بر اساس آرای پاک مردم می تواند کشور را از این چالش های موجود نجات دهد. آقای عبدالله با اشاره به ادامه گفتگوهای صلح میان امریکا و گروه طالبان گفت که نتایج انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق به قانون و طرز العمل های تعیین شده صورت گیرد. به باور آقای عبدالله اعلام نتایج انتخابات بر اساس آرای پاک مردم می تواند کشور را از این چالش های موجود نجات دهد. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه امروز در همایش سالیاد درگذشت امیر علی شیر نوایی و یادبود از ظهیرالدین شاه بابر در مقر ریاست اجرائیه صحبت میکرد گفت شرایط بد امنیتی و نبود صلح یکی از چالش های جدی در کشور است. آقای عبدالله عبدالله با اشاره به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفت اعلام نتیجه شفاف عبور از این چالش های موجود در کشور خواهد بود. آقای عبدالله تأکید کرد باید اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آرای پاک مردم و قانون صورت گیرد. و انشاءالله هم که نتایج انتخابات در مطابقت با قانون و طرز العمل ها نتایج شفاف انتخابات باعث گذر از این مسئله از این مرحله و رسیدن به مرحله دیگه که آقای عبدالله با اشاره به ادامه گفتگوهای صلح میان امریکا و گروه طالبان ابراز امیدواری کرد که نتایج انتخابات در مطابقت با قانون طور اعلام شود که باعث گذر کشور از مرحله کنونی و رسیدن به یک مرحله دیگر شود که در آن مردم در تعیین سرنوشت خود و نجات کشور از آتش جنگ سهم بگیرند مردم واقعا در تعیین سرنوشت خود به اساس حق رأی پاک خود با هم در نجات کشور از آتش جنگ و ساختن کشور و رشد و تعالی فرهنگ کشور سهم بگیرن و اینطور یک فضای نباشه که هر چیزی که در دلش گشت و بگویه و افتخارات مردم و تاریخ مردم از زبان خود ترجمه کنه برشان و به خوردشان بده
در این همایش جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری همچنان با فرستادن پیام از کمیسیون های انتخاباتی خواست که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را باید مطابق به قانون اعلام کند. توقعات مردم ما از کمیسیون های انتخاباتی نیز این است تا هرچی زودتر سرنوشت ریاست جمهوری را در مطابقت به قانون و شفافیت روشن سازد تا مردم از بلا تکلیفی کنونی نجات یابند. سایر اشتراک کنندگان در این همایش امیر علی شیرنوایی و ظهیرالدین شاه‌بابر را از ادبیان برجسته کشور دانستند و گفتند که آنان هر کدام میراث‌های فرهنگی با ارزشی را از خود بر جا گذاشتند که نمونه‌های از شکوفایی زمان خودشان بوده و مایه افتخار تاریخ مردم افغانستان است. امیر علی شیرنوایی نشانه قدرت و توانایی مدبرانه وی در اعمار و انکشاف کشور بود. نوایی در استحکام حکومت سلطان حسین بایقرا مساعی خستگی ناپذیر به خرج داد و بنابر شخصیت مدبرانه‌ای که داشت تا مقامات عالی دولتی نائل آمد. نوایی نه تنها خدمت شایسته در ادبیات ازبکی نشان داد، بلکه تاثیرات قابل ملاحظه در توسعه فرهنگ ماورالنهر و خراسان گذاشت. آثار و اشعار نوایی بارها کوپی گردیده و با محبوبیت شاعران دیگر روبرو گردیده و طور گسترده در مدارس مورد مطالعه قرار گرفته است. امیر علی شیرنوایی از نویسندگان سابق و ظهیرالدین شاه‌باباری نیز از شاهان ترک‌تباران سابق افغانستان بودند. این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور غنی امیر تیمور گروکانی را با لقب تیمور لنگ یاد کرده و گفته بود که او در زمان حکمراییش در افغانستان سیستم آبیاری سیستان، هلمند و فرا را ویران کرد. این اظهارات آقای غنی واکنش های گسترده ترک تباران را در کشور به همراه داشت و آنان اظهارات غنی را توهین‌آمیز خواندند. دو روز پس از آن که وزارت داخله از بازداشت 6 مقام پلیس کابل به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داد، اکنون وزارت خارجه آمریکا خواهان اقدامات قانونی در برابر مقام‌های فاسد در افغانستان شده است. دفتر الیس ویلز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی امروز در یک پیام توییتری گفته است که قاچاق و تجارت مواد مخدر بی‌ثباتی را در افغانستان تقویت و روند حکومتداری خوب و انکشاف اقتصادی در این کشور را تضعیف می‌کند. وزارت داخله روز پنج شنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که 6 مقام فرماندهی پلیس کابل به اتهام رهبری یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر و تکثیر آن بازداشت شدند. سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری در کابل گفته بود که در جمع این افراد میان احمدی مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس کابل، عبادالرحمن فرمانده تیم عملیاتی این مدیریت، فریدالله عامل تحلیل و ارزیابی آن و لمر عامل کشف این مدیریت شاملند. حکومت در راستای اشتغالزایی و جلوگیری از افزایش بیکاری و فقر در کشور ناکام بوده و هیچ برنامه مشخص در راستای رفع چالش‌های بیکاری نداشته است. شمار شهروندان کشور با بیان این مطلب میگوید که فقر و بیکاری در کشور به اوج خود رسیده و مسئولان حکومتی در برابر آن بی‌تفاوتند. پایتخت نشینان هشدار می‌دهند اگر حکومت در راستای اشتغالزایی و کاهش فقر و بیکاری در کشور گام‌های جدی برندارد، ناامنی‌ها به ویژه جرایم جنایی در کابل پایتخت نیز بیشتر از این خواهد شد. افزایش فقر و بیکاری و نیز آنچه که بی‌تفاوتی حکومت در این راستا گفته می‌شود، انتقاد تند بسیاری از شهروندان کابل را برانگیخته است. شماری از پایتخت نشینان با انتقاد تند از مسئولان حکومتی، اما میگویند که حکومت در راستای اشتغالزایی و جلوگیری از افزایش بیکاری و فقر در کشور ناکام بوده و هیچ برنامه مشخصی در راستای رفع چالش بیکاری در کشور نداشته است. شماری از شهروندان کابل با بیان این مطلب میگویند که فقر و بیکاری در کشور به اوج خود رسیده و مسئولان حکومتی در برابر آن بی‌تفاوتند. اینان از مسئولان حکومتی خواستند که در راستای این چالش ها اقدامات جدی را روی دست گیرند.
نداره، کار نیه. مردم رو به کرچوانی خیلی هر رز دیه سره زیاد شده میره، هر رز کرچینجا زیاد شده میره دیگه، سره هم بابندی میشه، به کاریه دیگه، کارم نیه مجبوره دیگه، چی کار کنه؟ دولت به توجهش سر مردم زیادتر بشه، امنیت بشه، ارامی بشه، کار نیه، غریبی نیست، نان نیست، کار نیه، سب تا بگاه میبره، ما در تا کار نمکنه، سب، پنج سب نام، آزانی خفتن به خانه میره، آخوز بگاه منکا، نامتان بعد کجا سر کار، چی نکنه کار، اون نامت بعد تصابیه درفته، ازاده درفته دیگه، چی باشه؟ دولت اگه دولت کاری باشه، باید جیر کنه، اگه دولت کاری نباشه، کارم باید کار جیر نیسه. شهروندان کشور با اشاره بر سردی هوا در فصل زمستان میگویند که همکنون خانواده هایی هستند که توان خریدن مواد سوختی را ندارند و روزهای سرد زمستانی را به سختی سپری میکنند. باشندگان کابل هشدار میدهند که اگر در راستای اشتغالزایی و کاهش فقر و بیکاری در کشور گام های جدی از سوی حکومت برداشته نشود، سطح جرایم جنایی بیشتر از این خواهد شد. بین این بیکاری به این اندازه رسیده که مردم توان یک چاره میوه را خریدن چه ندارد. یا این قدر بیکاری است که ما میوه میرون بگا سود میرون بگا پس جمع کردن ما بریم و این قدر نیست. اما بسته بدیجا و تمام چیز خدا اما این کرچوانا خدا یه چیزی نمانده، تمام بدیجا را دولت قید کرده، تمام چیز خدا، تمام پول و دارایی و هر چی که هست به کمیسیون های انتخابات داده دا دایو و دادا دا غریب و بیچاره چیزی که نمیرسه مردم از کجا کنه؟ وضعیت بیکاری خراب است، دیگه مردم سرگردان است، برادر حکومت میخواهد که با وضعیت مردم برادر جان باید رسیدگی کنه. بیکاری زیاد است، سرگردانی مردم زیاد است، حکومت توجه داشته باشه دیگه. حکومت این سرگردانی و بیکاری و برادر این چیزا را باید توجه داشته باشه، در مردم رسیدگی کنه. این در حالی است که با وجود چالش های بیکاری و فقر، جرایم جنایی نیز در کابل پایتخت به اوج خود رسیده است. به باور پایتخت نشینان، یکی از دلایل بلند رفتن این جرایم جنایی در کابل، ناتوانی و نبود یک برنامه منظم اشتغالزایی از سوی حکومت است. اتاق تجارت و صنایع میگوید که اخاذی های غیر قانونی هنوز هم در شماری از گمرکات و شهرهای کشور یک چالش جدی فراروی تاجران در کشور است. معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید که اخاذی های خودسرانه و غیر قانونی و نبود امنیت در کشور از چالش های عمده تجار و سرمایه گذار در کشور است. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع از کمیسیون های انتخاباتی خواست که هرچه زودتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند تا نگرانی های سرمایه گذاران مبنی بر مبهم بودن سرنوشت کشور پایان یابد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع در یک نشست مشترک خبری با وزارت مالیه از موجودیت اخاذی های غیرقانونی در شماری از گمرکات و شاهراهای کشور انتقاد کرد. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع میگویند که اخاذی های غیرقانونی هنوز هم در شماری از گمرکات و شاهراهای کشور یک چالش جدی فراروی تاجران در کشور است. معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید که اخاذی های خودسرانه و غیر قانونی، عدم امنیت جان تاجران و نبود زیربنا برای سرمایه گذاران همچنان از چالش های عمده تجار و سرمایه گذار در کشور است. سر حق مشکلات چې موږ په جنوب غرب او زکی در لودله په گمرکاتو کې پر لارو باندې د اضافه اخاذی څخه چې او په گمرکاتو کې بیا د پخوا پر کم د څارنوالیانو شتون یا د غیر هغه مسئول از خاص شتون چې هلته و وجود درلودی. معاون اتاق تجارت و صنایع با اشاره به اعلام نشدن انتخابات ریاست جمهوری گفت طولانی شدن انتخابات ریاست جمهوری نیز تاثیر منفی بالای وضعیت کاروبار و سرمایه گذاری در افغانستان گذاشته است. وی بیان داشت که حدود 6 ماه است که وضعیت تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان به حالت رکود قرار گرفته است. مسئولان این اتاق از کمیسیون های انتخاباتی خواست که هر چه زودتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کنند تا نگرانی های مردم و سرمایه گذاران مبنی بر مبهم بودن سرنوشت کشور رفع گردد. موږ بیا هم نور مشکلات په لارې کې د غیر قانوني اغازیانو څخه مشکل لرو، د اسلام کلا د ګمرک څخه، د اسلام کلا د سرحدي د سرحد څخه بیا د ګمرکات پر مشکل لرو چې وزارت مالیه ته پیشنهاد کړی. اما وزارت مالیه در واکنش به موجودیت فساد مالی در شمار از گمرکات و شاهراهای کشور هرچند موجودیت فساد را رد کرد، اما گفت وزارت مالیه نظارت جدی در گمرکات کشور دارد. مبارزه با فساد و محو فساد در ارتباط پولهایی که مردمی که
علیه امو رشد اقتصادی کشور کار میکنن، مسئولیت تمام مردم افغانستان هست و مسئولیت حکومت هست و مسئولیت سکتور خصوصی هست و انشالله در ارتباط ما همگی مشترک حرکت خواهد کردیم. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که موجودیت فساد در جمع‌آوری مالیات یکی از چالش‌های جدی فراراه وزارت مالیات دانسته می‌شود. باورها بر این است که نبود یک سیستم منظم در جمع‌آوری مالیات باعث شده است که با گذشت هر روز موجودیت فساد در ادارات دولتی افزایش یابد. دفتر ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید ایالات متحده آمریکا نتایج گزارش سنج سالانه میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان را منتشر کرد. طبق محاسبه دولت آمریکا، کشت کوکنار در افغانستان در سال 2019 میلادی نسبت به سال قبلش کاهش یافته، اما تولید بالقوه مواد مخدر خالص افزایش یافته است. گزارش کاخ سفید نشان می‌دهد که کوکنار در سال 2019 در افغانستان 28% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در همین سال 160 هزار هکتار زمین در سال 2018 میلادی 221 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. بر اساس برآورد دولت آمریکا در سال 2019 میلادی تولید تریاک خالص در افغانستان 6700 تن بوده است، در حالی که این رقم در سال 2018 میلادی به 5550 تن می رسید. دفتر ملی کنترل مواد مخدر ارزش پایین نرخ کوکنار در زمان کشت را از دلایل کاهش زر در آن عنوان کرده است. همچنان گفته شده است که افزایش تولید بالقوه تریاک در نتیجه آب و هوای مناسب و شرایط خوب حاصلات به میان آمده است. این دفتر گفته است که کشت کوکنار و تولید تریاک به میزان زیاد دست حکومت افغانستان را در اجرای قانون بسته نگه می‌دارد و ترویج حکومتداری خوب را پیچیده‌تر کرده است. سنگ تهداب چهار باب مکتب در ولایت قندوز به کمک مالی کشور آلمان در این ولایت گذاشته شد. همزمان با تهداب گذاری ساختمان این مکاتب، مسئولان معارف ولایت قندوز میگویند که با بهره برداری این مکاتب، مکان معیاری و زمینه تعلیم برای بیش از 25,000 طفل در این ولایت مهیا شده است. در این حال باشندگان ولایت قندوز از ساخت این مکاتب در این ولایت ابراز امیدواری کرده و از مخالفان مسلح دولت خواستند که به پروژه های عام المنفعه صدمه وارد نکنند. قندوز ولایت ناامن در شمال شرق کشور است که هر از گاه مورد حملات تهاجمی گروه های مخالف مسلح دولت قرار می گیرد. با گفته باشندگان این ولایت، به توجه مسئولان حکومتی در این ولایت سبب شده است که بسیاری از باشندگان ولایت قندوز به خدمات شهری از جمله خدمات صحی و تعلیمی دسترسی نداشته باشند. در پی این چالش ها اما در تازه ترین مورد اینجا در مرکز ولایت قندوز سنگ تهداب چهار باب مکتب گذاشته شده است. مقام های ریاست معارف ولایت قندوز از ساخت این مکاتب در پیشرفت معارف در این ولایت ابراز امیدواری کرده و میگویند که با تکمیل شدن ساختمان این مکاتب زمینه تعلیم برای بیش از 35,000 طفل در این ولایت مهیا خواهد شد. باب مکاتب حوزه شهر ولایت قندوز که شامل لیسه عالی شیرخان، لیسه نسوان بی بی خدیجه تلکبرا، لسی حضرت علی و لسی فاطمه زهرا هستند. از جانب کشور آلمان به هزینه در مجموع هزینهش که 5.5 میلیون دلار آمریکایی میشه این مکاتب اعمار میشه و با اعمار این مکاتب حدود 35,000 متعلم میتونه فضای مسکون و معیاری درسی را در اینجا برشان فراهم شود. هر تعمیر به 500 یا متر مربع ساحه که جوریگی او دری تعمیرونه تقریبا نه درسی سنفو درسی سنفونو لرون که بیوی که دلتا به انشالله په نجده وقت که به عملا چاری پیل شی. قرار است این پروژه ها به حمایت مالی کشور آلمان در این ولایت عملی شود. با این حال مسئولان محلی این ولایت با اشاره به نقش برازنده این پروژه ها جهت تقویت معارف در این ولایت بر نظارت جدی این پروژه ها به حمایت مردم و کیفیت بهتر تاکید دارند. معارف پشوکات که دیو دغسی لوی پر مختک تعداد دبرک شیر دو
پیغام میداد چې د کندوز احزاب مدنی نهادونه قومي مشران علما کرام ټول خپل بچان امن صلح او ثبات راوبلی ترڅو د معارف کور نورم آباد سي او د پرمختللي افغانستان د پر خپل اولاد وروزي. بل دوه سلام تشکر میکرم چې با تدابیری او ساختن ای چهار باب مکتب در حدود 40,000 شاگرد مشکلاتی که در ارتباط با نداشتن اتاق درسی بود مشکلات چند دفعه میشه. از قرارداد که کسی را قرارداد کرده این روز کار میکنه جدن به عنوان نماینده ملت تقاضا میکنه باید کیفیت کار را اساسی بکند. در همین حال شماری از معلمان و باشندگان ولایت قندوز از ساخت این مکاتب همچنان ابراز خوشبینی کرده و میگویند که با اعمار این مکاتب علاقمندی شاگردان نسبت به تعلیم و تربیت بیشتر شده و بستر خوبی را بر کیفیت درس و تعلیم نیز فراهم خواهد کرد. گرچه مشکلات ها و چالش هایی که ما داشتیم در سالهای قبل که طیب 3 سال که میشه که مده لیسا آمدیم اصلا هیچ موسم که تدریسی نداشتیم، شاگردای مکاتب ما با آبی هاشی میدینی سنوف درسی و جوی آرام راحت و تدریس شاگردان ما اصلا هیچ نداشتیم. پروگرام چارواب مکتب یا اقدام کردن کاری خیلی انجام دادن و ما البته میگیم که این کمک ها بسنده نیستن، باید زیادتر هم در امورات معارف ما زیادتر مکاتب بگردم که هست که ما در فضای آزاد یا بسر می بدن و او هم باید ایمان شدن. همچنین پروژه ها در ولایت قندوز امیدوار هستیم که به منفعت مردم و منفعت ملت شریف ولایت قندوز باشه. مهارت و تعمیر از این نگهبانی بکنیم که در آینده به نسل آینده ملت شریف قندوز. این در حال است که امیدها از عملی شدن پروژه های عامل منفع در ولایت قندوز که شدیداً تحت تاثیر جنگ های جاری قرار دارد بیشتر شده است و باشندگان این ولایت می گویند که حکومت با در نظر داشت نیازمندی های مردم در تطبیق پروژه های انکشافی توجه بیشتر داشته باشد. در ادامه گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 80 پول، یک یورو 84 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی. در خارج از کشور سازمان ملل متحد در تازه‌ترین هشدار خود گفته است کسانی که از شمال سوریه به مناطق غربی این کشور فرار می‌کنند در خطر یک فاجعه انسانی بزرگ قرار دارند. مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد می‌گویند تنها در 2 ماه گذشته 600,000 تن در ولایت ادلیب به خاطر جنگ و ناامنی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. سازمان ملل در ادامه تصریح کرده است که سیل عظیم پناهجویان و آوارگان جاده‌های ادلیب را بند کرده و این افراد از اینکه جهان نتوانسته از این جنگ کنند متعجب هستند. سازمان ملل در ادامه از طرف های درگیر در ولایت ادلیب در سوریه خواسته است که ساکنان این منطقه را از جنگ در امان نگه دارند. نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه در حال پیشروی در ولایت ادلیب هستند که مهمترین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان دولت است.
سازمان ملل متحد در تازه ترین هشدار خود گفته است کسانی که از شمال سوریه به مناطق غربی این کشور فرار میکنند در خطر یک فاجعه انسانی بزرگ قرار دارند. مارک کاتس یک مقام ارشد امدادرسانی سازمان ملل میگوید فقط در دو ماه گذشته 600 هزار تن در ولایت ادلب آواره شدند. با گفته آقای کاتس آوارگان سرک ها را بند کردند. آوارگانی که در حیرتند چرا جامعه جهانی نتوانسته مانع درگیری در این منطقه شود. آقای کاتس از طرف های درگیر در ادلب خواست تا مراقب امنیت شهروندان باشند. نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه در حال پیشروی در ولایت ادلب هستند که مهمترین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان دولت است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که به هر تهدیدی به سربازان ترکیه پاسخ نظامی می‌دهد و از نیروهای دولتی روسیه خواسته از ولایت ادلب عقب نشینی کنند. گزارش ها می‌رساند که شرایط در ادلب به سرعت رو به وخامت می‌رود. بیش از 1 میلیون تن در سالهای گذشته از خانه هایشان فرار کردند و حمله نظامی نیروهای دولتی سوریه و نیروهای هوایی روسیه شدت گرفته است. در هفته های اخیر از آنان تن از ولایت ادلب گریختند و بسیاری از آنها به سمت مرز ترکیه رفتند. روسیه و ترکیه در سال 2017 قرارداد تنش زدایی در ادلب را امضا کردند که سال بعد به اجرا درآمد. توافق این بود که دو کشور با تشکیل نیروی مشترک مانع درگیری مخالفان و نیروهای دولتی در این ولایت شوند. ترکیه میزبان 3.6 میلیون پناهجوی سوری است و دولت این کشور میگوید دیگر توان مدیریت یک موج تازه آوارگان را ندارد. اردوی امریکا میگوید دو مقام بلند رتبه امریکایی بعد از آن که در محکمه استعزای رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنای کنگرس این کشور شهادت دادند از وظیفه برکنار شدند. الکساندر ویدرمن دگرمن اردوی امریکا که در مورد مکالمه تلفنی رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور اوکراین شاهدی داد از مقامش به حیث متخصص امور اوکراین در شورای امنیت ملی امریکا برکنار شد. وکیل مدافع ویدمن گفته که این یک انتقام بود که گرفته شد. همزمان با این گوردمن سولز سفیر امریکا در اتحادیه اروپا اظهار داشت که به گفته و او گفته شده است که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد او را به امریکا احضار کند. گوردن سونا هم در مجلس نمایندگان کنگره علیه ترامپ شهادت داده بود. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه در مجلس سنای امریکا براءت حاصل کرد. خالد المشری رئیس شورای عالی دولت لیبیا از پیشنهاد میزبانی مراکش برای آغاز دور جدیدی از گفتگوها برای حل بحران لیبیا استقبال کرد. وزارت امور خارجه مراکش با انتشار بیانیه با اشاره به گفتگوهای تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با خالد المشری اعلام کرد. المشری در این گفتگو با اشاره به تلاش‌های مراکش برای حل بحران لیبیا از پیشنهاد آغاز دور جدیدی از گفتگوها با میزبانی البراد استقبال کرد. گفتنی است در 17 دسامبر سال 2019 و پس از مذاکرات طولانی مدت میان طرف‌های مختلف در شهر زغرات مراکش توافق سیاسی لیبیا امضا شده بود. این مذاکرات با حمایت سازمان ملل متحد برگزار و دولت وفاق ملی لیبیا به رهبری فایز السراج به عنوان دولت مشروع لیبیا و نماینده مردم این کشور اعلام شده بود. و آخرین خبر این که حکومت فدرال آلمان اعلام کرده که تلاش برای قاچاق مواد مخدر به آلمان در چند سال گذشته به شکل چشمگیر افزایش یافته است. دولت فدرال آلمان میگوید تنها سال گذشته 918 کیلوگرم هروئین توسط ماموران گمرک این کشور توقف گردیده است. آمار وزارت مالی آلمان میرساند که تنها سال گذشته 918 کیلوگرم هروئین از سوی ماموران پلیس گمرک از آلمان کشف و ضبط شده، در حالی که در سال 2017 فقط 62 کیلوگرم توقف شده بود. بر اساس گزارش‌ها بخش بزرگی از چرس کشف شده در آلمان در مراکش تولید شده و از طریق اسپانیا، هلند و فرانسه به آلمان قاچاق شدند. این بود خبرهای این ساعت. تشکر از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.